سلام دوباره دوستان عزیز، من حسن توسلی هستم و این جلسه 17ام درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا، درسایی که تیترش رو گذاشتیم از آسیب ها تا پیروزی ها. داریم از کتابی استفاده میکنیم که تیترش هست From Weakness to Strength، از ضعف تا قوت، سکات سالز نویسنده این کتاب هستش و دیگه داریم به صفحه های آخر این کتاب میرسیم. و صحبت ما توی این سری درس ها این بوده که در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص رهبران و خادمین مسیحی، ما با چالش ها، با خطر ها، با وسوسه ها، با ضعف ها، با شکستگی های تو زندگیمون روبرو میشیم. ولی چقدر مهمه که ما درس یاد بگیریم و اجازه بدیم که حتی این چالش ها و وسوسه ها باعث ساختن شخصیت ما بشه، باعث رشد روحانی ما بشه، باعث بشه که ما به طرف پیروزی در زندگی و خدمت مسیح حرکت کنیم. در فصل آخر این کتاب هستیم که هفته پیش شروع کردم این فصل هشتم، چالش هشتم، اون خطر و وسوسه هشتم. و این نکته فصل، تیتر فصل این هستش: Suffering leading with a limp. درد و رنج و چطوری ما میتونیم تو درد و رنج ها یاد بگیریم که اون نوع رهبری باشیم که خدا میخواد باشیم، رهبری که شاید خودمون لنگان لنگان داریم راه میریم، خودمون زخم‌های زندگی رو تجربه کردیم، ولی اجازه دادیم که از درون اون زخم‌ها شفا در زندگی ما، در روابط ما، در خدمت ما جاری بشه. داریم صحبتمون رو ادامه میدیم توی این جلسه. وسط این فصل هستم و نویسنده یک تیتر خیلی قشنگی رو مطرح میکنه. میگه Wounds that can make us healers. یکی از دلایلی که خدا اجازه میده زخم ها تو زندگی ما وارد بشه، یکی از دلایل، نمیگم تنها دلیل اینه، ولی یکی از اون رازهای زندگی با خدا که اجازه میده که درد و رنج ها، زخم ها وارد زندگی ما بشه، اینه که توی همون عمق زخم ها و شکستگی ها ما میتونیم شفا رو تجربه بکنیم، یک نوع شفا رو، یک نوع تسلی رو، و بعد باعث بشیم که اون شفا و تسلی که خودمون تجربه کردیم تو درد و رنج هامون باعث میشه که بتونیم جاری بکنیم در زندگی دیگران، بتونیم انتقال بدیم در زندگی دیگران. خودمون شاید هنوز زخمی هستیم، ولی در درون زخمامون، در عمق ضعفهامون، خدا داره با قلب افراد دیگه صحبت میکنه، از اون الگویی که ما میتونیم تو درد و رنج ها باشیم، در عمق زخمها و دردهای زندگی. و نویسنده از خودش مثال میاره که مدت زمانی با افسردگی شدید کلنجار میرفت تو زندگی خودش به عنوان کشیش کلیسا، خادم کلیسا، و توی سری از موعظه ها شروع کرد صحبت کردن از مبارزش با افسردگی. گفت بعد از یکی از موعظه ها که درباره استراب و افسردگی بودش، یکی از افراد کلیسا اومد به من گفتش که تو واعظ خیلی خوبی هستی، نمیخوام سوء تفاهم بشه، امیدوارم حرف من بهت بر نخوره، ولی تا حالا من از موعظات خیلی برکت نگرفته بودم، ولی امروز که با صداقت، با واقعیت از درد و رنج های خودت صحبت کردی، من امروز برکت گرفتم و تو رو به عنوان کشیش خودم قبول میکنم. منظور نویسنده چیه؟ بعضی وقتا ما واعظین شاید طوری داریم صحبت میکنیم که یه شنونده میگه اصلا این شخص انگار همش در ابعاد روحانیه، توی آسمونها داره پرواز میکنه، همش پیروزی و معجزه و شفا و برکته و اصلا نمیتونه درک کنه که من تو زندگیم چقدر مشکل و درد و رنج دارم، چقدر کلافگی دارم، چقدر گره دارم، چقدر بن‌پست دارم. ولی وقتی خود یک معلم، یک خادم، یک رهبر، یک شبان از روبرو شدن خودش در زندگی با درد و رنج ها صحبت میکنه، با اون فریاد ها و گریه ها روبرو میشه با صداقت، میتونه تسلی باشه، الگو باشه برای اعضای کلیسا که واقعیت زندگی، این واقعیتی که هممون داریم تجربه میکنیم و چطوری میتونیم خدا رو در عمق این درد و رنج ها حضورش رو حس کنیم. میگه که بعد چند تا نقل قول میکنه، نقل قولی از جانی اریکسون تادا، خانم خیلی مشهور مسیحی که در سن نوجوانی شیرجه میزنه تو دریاچه و آسیب میبینه و فلج میشه از گردن به پایین و تو صندلی چرخدار تمام عمرشو داره زندگی میکنه. جانی میگه که بعضی وقتا خدا اجازه میده از اون چیزی که خود خدا ازش نفرت داره خدا استفاده میکنه تا به تحقق برسونه اون چیزی رو که دوست داره. بس انگلیسیشو بخونم. Sometimes God allows what he hates
to accomplish what he loves. خدا از فلج شدن جانی خوشحال نیست، خوشنود نیست. ولی خدا اجازه میده که حتی این فلجی وسیله باشه در دستهای خدا برای امید دادن، برای تسلی دادن به زندگی کسایی که دارن به زندگی جانی نگاه میکنن، از کتابهای جانی دارن میخونن و برکت میگیرن. خدا خودش از این ظلم و ستم و گناه و مرگی که توی دنیای سقوط کرده و گناه آلود ما اتفاق میفته خوشنود نیست، ولی میخواد اون لعنت رو تبدیل به برکت بکنه، اون زشتی رو تبدیل به زیبایی بکنه، اون بدی رو تبدیل به خوبی بکنه در زندگی دیگر انسان‌ها. نقل قولی میکنه از یک زن و شوهر مسیحی، کرتیس چپمن. ایشون یک خواننده مسیحی هستن. من زیاد توی سرودا و پرستش‌های مسیحی اطلاع ندارم، ولی یکی از خواننده‌های مشهور مسیحی، و تا اونجایی که یادمه اینا یه بچه رو اداب کرده بودن، به فرزند خوندگی قبول کرده بودن، و توی تصادف این بچه کشته میشه و خیلی خوب درد و رنج اینا میبینن. ولی بعد از این اتفاق و فاجعه اینا یک سازمانی شروع میکنن و کمک میکنن به خانواده هایی که دارن بچه هایی رو اداپت میکنن، به فرزند خوندگی قبول میکنن. یا اشاره میکنه به ریک وارن، نویسنده یک کتاب زندگی هدفمند، که پسر خودش به نظرم در سن 27 سالگی، پسر ریک وارن، این مرد خدا، شبان وفادار، به خاطر مشکلات روحی روانی که داشت پسرش خودکشی میکنه. و ریک وارن و همسرش میگن که دیگه زندگی ما هیچ وقت شبیه گذشته نخواهد بود. این درد و رنج ما رو همیشه عوض میکنه. ولی زندگیشون رو حالا دارن، یکی از قسمت‌های مهمی که دارن توی سرمایه گذاری میکنن، کمک به افرادی که مشکلات روحی روانی دارن. یعنی کسایی که خودشون یک داغ دیدگی دارن، یک فاجعه رو تجربه کردن، ولی نمیذارن اون درد و فاجعه و غم آخرین حرف زندگیشون باشه. بلکه حتی از اون استفاده میکنن برای برکت به دیگران، کمک به دیگران، امید به دیگران. همون کسایی که شاید همون مبارزه، همون مشکل، همون غم رو دارن الان تجربه میکنن. نقل قولی از نویسنده مشهور میکنه، میگه که زیباترین افراد اونهایی هن که شکست رو تجربه کردن، درد رو تجربه کردن، مبارزه رو تجربه کردن، از دست دادنها رو تجربه کردن، ولی بعد از اون راه امید رو از درون اون درد و رنج ها پیدا کردن. این افراد، افراد عمیقن، افرادی هن که شخصیتشون ساخته شده. پس این یکی از اون راه هایی که خدا میخواد درد و رنج های ما رو تبدیل بکنه به وسیله برای شفا در زندگی دیگران که همون درد و رنج ها رو شاید دارن تجربه میکنن. این پیامیه که پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 1 به ما میده، که ما اون تو درد و رنج ها از خدا تسلی پیدا می کنیم و با اون تسلی می تونیم دیگران رو تسلی بدیم. حالا یه نکته خیلی مهمی هم اینجا نویسنده مطرح می کنه، خیلی به دلم نشست. میگه فکر نکنیم که امید دادن به دیگران، بعد از اینکه خودمون حالا امیدی پیدا کردیم توی مبارزه ها، درد ها و رنج های زندگی، اینه که حتما ما باید یک عالم حرف های خیلی حکیمانه بزنیم، خیلی عمیق نصیحت کنیم دیگران رو. ما ایرانی هم که دوست داریم همش حرف بزنیم و نصیحت کنیم. میگه نه، خیلی وقتا فقط حضور داشتن با کسی که تو درد و رنج، در سکوت خودش براش دعا بکنی، به جای اینکه براش موعظه بکنی، فقط باش باشی توی اون درد و رنج، خودش میتونه خیلی باعث تسلی و برکت باشه. میگه که یک نقل قول از یک سرودی میکنه که من با این سرود آشنا نیستم، ولی سرودش این رو میگه. میگه ای پدر آسمانی، ساکت کن لبهای کسانی که همه جوابها رو دارن و با ملایمت بهشون نشون بده که الان وقت اشک ریختنه. خیلی زیباست. پدر آسمانی، ساکت کن لبهای کسایی که همه جوابها رو دارن، کسایی که فکر میکنن همیشه یه جوابی برای هر سوال و هر درد و هر شکی تو زندگی دیگران باید یه جوابی حتما داشته باشه. میگه پدر آسمانی، ساکت کن لبهای کسانی که همه جوابها رو دارن و با ملایمت بهشون نشون بده که الان وقت اشک ریختنه. ما قرار نیست که همه جوابها رو داشته باشیم. ما قرار نیستش که دائم به دیگران نصیحت کنیم توی دردها، توی گریه هاشون، و همیشه یک آیه از کتاب مقدس براشون بخونیم.
ما میتونیم حضور داشته باشیم، در سکوت باشیم و با اونایی که دارن اشک میریزن اشک بریزیم. میگه البته من در سکوت قلب خودم دعا میکنم برای امید، برای تسلی، برای اینکه افراد باور کنن که خدا براشون نقشه های زیبا داره. هدف خدا برکته، هدف خدا خوبیه، مثل آیه ارمیا فصل 29 آیه 11. این رو من دعا میکنم، ولی قرار نیست همیشه این رو بخوایم موعظه کنیم با کسایی که تو درد هستن. من قصدم این بود که این فصل رو تموم کنم. نکته های دیگری هست که من میخوام حالا هفته بعد بهش برسم. احساس کردم که باید اینجا یواش کنم، خیلی سریع رد نشم. نکته بسیار مهم، نکته ای که شاید خودمونم بارها شنیدیم، نکته جدیدی نیست، ولی نکته خیلی مهمیه که درد و رنج ها اگر ما بهشون درست عکس العمل نشون بدیم، اگر ما بهشون در اجازه بدیم که روح خدا در وقت خودش، بدون عجله کردن، بدون سرپوش گذاشتن، بدون نقاب روحانی گذاشتن، اجازه بدیم که در وقت خودش روح خدا به ما آرامش بده، به ما تسلی بده، به ما امید بده، یواش یواش روی اون زخم‌ها و دردهای زندگی ما شفا بیاره، ما خودمون بعد میتونیم شفا دهندگانی بشیم در زندگی دیگران با اون شفایی که خودمون دریافت کردیم. هنوز جای زخمی شاید تا آخر زندگی روی بدنهامون، روی روح و روان و قلبمون باقی بمونه. جای زخم شاید نره، ولی درد زخم میتونه تسلی پیدا کنه. و بعد خدا میگه حالا با اون زندگی های زخمی خودت میخوام نشون بدی به دیگران که الان زخمیان که چطوری میتونن با امید، با توکل، با شادی و اعتماد به من در زندگی جلو برن. این یکی از رازهای کار خدا در زندگی ما ایمانداران و خادمین مسیحیه توی روبرو شدن با درد و رنج ها. مرسی که با من تو این هفته بودی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.